رام بلندپز هم بوده که الان با ما همراه شده تا بیشتر در این رابطه توضیح بده. آرام بگو که چه اتفاقی افتاد، فیلم رو دیدی و دربارش بیشتر برای ما بگو. قبل از همه چیز دلم میخواد بگم که جای تک تک شما اونجا خالی بود. وقتی که عوامل فیلم رسیدن و از 24 پله سالن اصلی سالن لومیر بالا میرفتن و ترانه آهنگ مرغ سحر اونجا پخش میشد، جای شما خالی بود. برخلاف تمام گمان زنی ها که دو بازیگر اصلی بر روی فرش قرمز حاضر میشن، ما محسن تنابنده رو ندیدیم. اصغر فرهادی به همراه دخترش سارینا و همینطور ستاره فیلم امیر جدیدی و هایده صفیاری تدوینگر فیلم روی فرش قرمز حاضر شدند. اگر بخوام خیلی داستان فیلم رو لو ندم، باید بگم که این داستان داستان جوانی است به نام رحیم که این جوان که در شیراز زندگی میکنه زندانی مالی است و طی دو روزی که به مرخصی میاد تا رضایت بگیره از شاکیش، کلی اتفاق براش میفته. اصغر فرهادی دو تا اسکار برده، خرس نقره‌ای برده، خرس طلایی برده، اما هنوز نخل طلا رو نگرفته. اینجا در کنار من محمد عبدی منتقد سینماست. عبدی جان، الان که تر و تازه فیلم رو دیدیم، اگر میشه بگو که نظرت راجع به فیلم چی بود؟ فکر میکنم کماکان دنیای غریب اصغر فرهادی توش هست که خب به عنوان سینماگر مؤلف همیشه دغدغه‌ای داشته راجع به وجدان، راجب وجدان، راجب دروغ و چیزهای از این دست که خب این رو در فیلم‌های مختلف پرداخت کرده و بهشون و حالا در این فیلم ادامه پیدا کرده با یک تفاوت. همیشه فردیت آدم‌ها تو فیلم‌های قبلی خیلی مهم‌تر بود. اینجا اون فردیت تبدیل شده به اجتماع. اجتماع خیلی مهم شده. شاید برای اولین بار اینقدر حضور سهمگینی داره اجتماع تو فیلم فرهادی و برای همین بسیار سیاه و تلخ شده. فکر می‌کنم تلخ‌ترین فیلم اصغر فرهادی به شکل خیلی تلخی هم به پایان میرسه و از این نظر متمایز میشه از بقیه فیلم‌های فرهادی. خب همون جوری که من گفتم دو تا اسکار برده، خرس طلایی، خرس نقره‌ای، یعنی یه سری کارها کرده که بسیاری از کارگردانان جهان هنوز دستشون بهش نرسیده. نخل طلا نگرفته. فکر می‌کنی امسال، چون من میدونم که محمد عبدی با پشتکار اینجا بوده، تمام فیلم‌ها رو دیده، فکر می‌کنی چقدر فیلم قهرمان اصغر فرهادی شانس داره برای اینکه ببره؟ فکر میکنم واقعا یکی از بزرگترین شانس‌های نخل طلای امسال همین فیلم قهرمان باشه. برای اینکه اول اینکه سال غریبیه، یعنی فیلمی نبوده که همه متفق القول باشن و بگن که این شاهکاره و حتما این نخل میبره. خیلی نظرها متفاوت بوده، منتقدای مختلف راجع به فیلم‌های مختلف. دو سه تا فیلمی که الان بیشتر مورد نظر منتقداست، یکیش انت مال لوس کاراکس یا اون فیلم فرانسوی دیوایدد، جدا شده، تفکیک شده، و فیلم نروژی که اونم بدترین شخص روی زمین که اونم به هر جذاب فمینیستی بود. همه اینها امکان داره که بتونن نخل رو بگیرن. ولی نانی مورتی چی؟ نانی مورتی هم همینطور، ولی نه، فکر میکنم نانی مورتی نخل برای نخل نه، ولی ممکنه جایزه بگیره. آخه من دیدم که ایتالیایی‌ها اینجا خیلی خوشحال بودن، همچون فینال رو برده بودن، خیلی اتفاق افتاده و فکر میکردن حتما نخل طلا رو هم میبرن. نه، بعید میدونم نخل رو به اونا بدن، برای اینکه فکر میکنم که نگاه اسپاکلی هم نگاه اجتماعیه. بنابراین من فکر میکنم که اساسا دو فیلم قهرمان و اون فیلم فرانسوی لافکتور یا دیوایدد، اون این دوتا از همه بیشتر شانس گرفتن نخل طلا دارن، برای اینکه بسیار فیلم‌های اجتماعی هستن. خیلی ممنون محمد عبدی منتقد سینما. حالا باید ببینیم دیگه نماینده ایران با فیلم کوتاه ارتودنسی روز جمعه که اکران میشه چه شانسی داره در بخش رقابت اصلی فیلم‌های کوتاه. برمیگردیم به استودیو. ممنونم از تو آرام بلندپز همکارم در کن و میهمانی که داشتی همراهت.